هم قرار گذاشته بودیم و قرار ثابت داشتیم، میرفتیم همدیگر میدیدیم. آخرین قراری که ما اجرا کردیم که این خاطرش رو یه مقداری مفصلتر براتون میگم، توی یکی از گاراژهای قم بود که در اونجا همدیگر دیدیم. یک مینیبوسی سوار شدیم و رفتیم به اطراف قم و توی این در دهات میچرخیدیم. رفتیم توی یک آسیابی که آسیاب گچ بود و در اونجا دیدیم که یک پیرمرد نشسته با ریش سفید با سر و روی گردآلود و یک دونه عکس خمینی که اونم پر از گرد گچ هست با میخ کوبیده به دیوار. اواخر بهمن یا اوائل اسفند 1349، شاید هم اواسط اسفند، اواخر بهمن قطعا نبود، دیرتر بود. و بعد این پیرمرد برای ما صحبت کرد که چه روزگار تلخی داره و چقدر اوضاع بده و دعا میکرد به جون آقا که او مگر بتونه کاری بکنه، چون که این صنعت داره از دست میره، علی رغم این که گچ که با اسب کوبیده بشه و ماشینی نباشه، خیلی از گچ ماشینی که این روزها مد شده بهتره، اونا روغن اون گچ رو میگیرن و این گچ روغن داره. و ما که دانشجو فنی بودیم هردمون خودمون فکر کردیم اگه یه قطره روغن توی گچ باشه خاصیتش کلا از دست میره، این فکر میکنه که مثلا روغن گچ روغن داشته باشه خیلی خوبه. خلاصه کار ندارم، این خیلی صحنه جالبی بود که تو ذهن ما موند. بعد آمدیم و دوباره یه مینیبوس گرفتیم رفتیم به کاشون، نطنز کاشون توی یک امامزاده رفتیم و اونجا دیدیم که برای زوار یه دوتا اتاق دارند. رفتیم یکی از این اتاقهای بالا رو گرفتیم و شب موندیم اونجا و تا صبح با هم حرف زدیم. خانواده همشون، اون خانواده متولی اونجا بودند و قالی میبافتند و برای ما هم غذا آوردن و فکر کردن که ما هم زوار هستیم. این امامزاده یکی روبروی باغ فینه. در حال اونجا حمید به من میگه که بچه ها داغون شدن، سیاکل شکست خورده و یا تا الان همشون کشته شدن یا همین روزا میکشنشون و اوضاع به شدت وخیمه و تو هرچی زودتر باید سفر کنی و بری. و میایم بیرون و من خداحافظی میکنم از حمید و این آخرین دیدار ماست. اونجا من نگاه میکنم چشم که افتاده پایین به کفشای حمید و پاهای حمید و نگاه میکنم به پاهای خودم و فکر میکنم که ای کاش که من اون پاها رو داشتم که انقدر استوار ایستاده بود و یک نوع قبطه‌ای از اینکه حالا من تنهایی چه بر من خواهد گذشت در این ماجرایی که پیش روم هست. و حس میکنم که ای کاش من حمید بودم. آقای نگهدار، اگر که ممکنه لطف کنید بگید چند سال خودتون در زندان بودید و در چند دوره در زندان بودید و اینکه زمانی که تو زندان خبر کشته شدن حمید رو شنیدید چه اتفاقی افتاد، چه فضایی برای شما و دوستانتون رفقاتون در زندان به وجود اومد. و سوال آخرم اینه که فرخ نگهدار که خودش از پیشگامان مبارزات مسلحانه در ایران بوده چگونه به نظرگاه امروزینش رسیده؟ بله،
من توصیه میکنم، حالا منم این نکته بگم که شما حتما دو تا نوشته از من رو اگر خواستید بخونید. یکی اولین دیدار آخرین دیدار هست که در کتابم هم منتشر شده، روی سایت هم هست با حمید اشرف. میتونید به اون سالهای قبل، شاید 15-16 سال قبل، همین داستان چیز رو میگه، داستان نتنز رو و اولین دیدار اون کلاس درس دانشگاه رخشان رو. و یکی دیگر هم مطلبی که در رابطه با کتاب چریکای فدای خلق وزارت اطلاعات نوشتم، در اونجا تعرضی که محمود نادری میکنه به شخصیت حمید به اون پاسخ دادم و تصویری که حمید در ذهنم داشته رو به لحاظ کرکتر توصیف کردم در اونجا. اونم بخوند. این که من چگونه از اون نظرگاه ها به این نظرگاه ها رسیدم الان جای صحبتش نیست، ولی اگر شجان تو خواسته باشی که چطور شد که سازمان از اون نظرگاه ها به این نظرگاه ها رسید، چون من بین نظرگاه های خودم به لحاظ کلی و عمومی و نظرگاه هایی که بچه های فعالین فدایی دارند الا خیلی کم که هنوز بر سر انشعاب ایستادند، به جز اونهایی که مخالف اکثریت هستند. خیلی میدونید که خیلی از افراد منشعب اقلیت هم امروز دیدگاه های مشابهی با فعالین اکثریت دارند. شاید در جزئیات با هم اختلاف نظر داشته باشیم که خیلی طبیعیه، ولی در نگاه کلی به مسائل ما یک سیر واحد رو طی کردیم. که چطور شد این از اونجا، از چی شد که همچی شد ما از اونجا به اینجا رسیدیم، این رو در مطلبی که من به عنوان در پاسخ به علی اکبر شالگونی دو نوشتم جمع‌بندی کردم، گنجوندم و میبینید که این ظرفیت ها از همان موقع دوره چریکی در سازمان بوده که به اینجا فرا بروی و سیمپتوم هاش یا نشانه هاش از همون زمان با ما بوده. اگر خواسته باشید که مدارک ابجکتیو تر یا به اصطلاح غیر بی‌طرفانه تر یا عینی‌تر به دست بیارید، به این نوارهای که از گفتگوی حمید و بهروز با شهرام و جواد در آمده در اینها تأمل بکنید و خواهید دید که چگونه همان روحیه‌ای که بعدها به عنوان روحیه اکثریتی شناخته میشه در سخن، کلام و روان این عزیزان نهفته هست، برخلاف روحیه‌ای که در طرف مقابل وجود داره و آخر سر هم به چیزی مثل پیکار یا مجاهدین بدل میشه. در اونجا خیلی از حقایق اگر با دقت بنگرید به این سخنانی که در طی 15 نوار ضبط شده، 10 نوار ضبط شده و هر نواری 3 قسمت، خیلی خوب و گویا اینکه اونها به کدام راه میرند، از کدام سمت میرند بعدها رو براتون توضیح میده. و اما در مورد روز 8 تیر براتون بگم که سالهای آغازین 54، روزهای آغازین 54 تا روزهای منتهی به 8 تیر
برای ما فدایی ها که در زندان بودیم روزهای بسیار پرمشقتی. یادم میاد یه خاطره خودم بگم که اینم جایی نوشتم گویا.